عزت الله یوسفیان ملا از نمایندگان ادوار مجلس درباره آینده سیاسی علی لاریجانی اظهار داشت لاریجانی به تنهایی به اندازه یک حزب قدرت دارد و برای گرفتن پست نیز هیچ حزبی تشکیل نخواهد داد و قاطعانه میگویم هیچ مذاکره‌ای برای تشکیلات سیاسی و حزبی نداشتند عزتالله یوسفیان نماینده پیشین مجلس و از چهره های نزدیک به علی لاریجانی با اشاره به گمان زنی هایی درباره آینده سیاسی علی لاریجانی و حسن روحانی و اینکه آیا نگاه آنها به قدرت احزیا خیر گفت من از روحانی خبر ندارم علی لاریجانی هیچ برنامه‌ای برای تشکیل حزب و جریان با احدی ندارد ایشان خودشان را نشان دادند و هر کجا که به وجود ایشان نیاز بود چه مقام معظم رهبری نیاز دیدند که ایشان در جایی مشغول باشند و چه مردم ایشان را نیاز دیدند و چه مجلس ایشان را نیاز دیدند ایشان رفتند مجلس یک روزی به ایشان رأی اعتماد داد و نیاز بود که ایشان وزیر ارشاد باشند و این اتفاق افتاد سپس خامنه‌ای حکم داد تا ایشان در صدا و رئیس شوند و ایشان رفتند پس از آن مردم قوم رأی دادند که ایشان نمایندهشان باشند و ایشان آمدند و الان خامنه ای حکم داده که ایشان به عنوان مشاورشان و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام باشد لاریجانی نه حزبی تشکیل می دهد و نه جریان سیاسی او افزود بنابراین لاریجانی در همین حدی است که هستند و نه حزبی را تشکیل می دهند و نه جریانی وجود دارد که بخواهند قدرت بیشتری به خودشان اختصاص دهند مثلا حزب تشکیل دهند که چه شود یا با حزب چه اتفاقی میافتد ایشان با هیچ کس برای حزب یا جریان سیاسی صحبت نکردند ولی اگر نیاز کشور باشد که ایشان در جای خدمت کند مطیع رهبری هستند و حکم رهبری هر کجا باشد می روند. و اگر زمانی نیاز باشد از طرف مردم در جایی مسئولیتی بگیرند بحث دیگری است اما اینکه ایشان حزب تشکیل دهند و ادعی را برای حزب دور هم جمع کنند به چه منظوری است قصد و منظوری وجود ندارد که ایشان حزب تشکیل دهند لاریجانی مورد قبول بخش عمده از اصولگرایان و اصلاح طلبان است. این چهره سیاسی ادامه داد، ایشان شخصیت هستند که تا حدودی مورد قبول بخش عمده از اصولگراها و اصلاح طلبان هستند. به بیان دیگر، ایشان نمی توانند دو جریانی حزب تشکیل دهند و اگر بخواهند حزبی تشکیل دهند، باید یک جریان را از دست بدهند. الان ایشان به تنهایی به اندازه یک حزب قدرت دارند و برای گرفتن پست هیچ حزبی تشکیل نخواهند داد و قاطعانه میگویم هیچ مذاکره ای برای تشکیلات سیاسی و حزبی نداشتند نه تنها اصولگرایان اصلاح طلبان هم به لاریجانی نگاه مثبت دارند نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این باره که به نظر میرسد کارگزارانی ها همچنان روی لاریجانی نگاه مثبتی دارند اشاره کرد آنها نظر مثبت دارند علاوه بر این هم بسیاری از اصولگرایان به ایشان نظر مثبت دارند اصولگرایان مستقل ولای مجلس بسیار زیاد بودند نزدیک به صد نفر بودند با این وصف اصولگرایان مجلس به تنهایی نمی رئیس مجلس تعیین کنند و برای همین بخش از اصلاح طلبان هم به لاریجانی رأی دادند و من می توانم اسامی ده 20 نفر را برای شما نام ببرم که اصلاح طلب بودند و به لاریجانی رأی دادند پس ایشان موقعیت خوبی دارند از این رو به چه دلیل لاریجانی برود و با یک جریان مذاکره کند مثلا بگوید من را وزیر کنید یا فعالیت کنید تا من رئیس جمهور شوم در حالی که رئیس جمهور به تازگی انتخاب شده است و یک دوره چهار ساله است و در ایران مرسوم است که هر دو دوره یک نفر رئیس جمهور باشد اگر ایشان قصد چنین چیزی داشتند نیازی به حزب نبود ایشان در هر شهر مازندران که کاندیدا میشدند رأی می آوردند و به مجلس میرفتند و میتوانستند مجددا رئیس مجلس شوند لذا چون ایشان جایگاهی را مد نظر ندارند به دنبال وصله آن هم نیستند به هر حال کارگزاران یا اعصاب دیگر به لاریجانی لطف دارند اما ایشان هیچگاه با کارگزارانی ها و اعصاب دیگر ننشستند و صحبتی نکردند هر زمان رهبری مسلحت بداند جناب لاریجانی آماده یا کار است یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که آیا زندگی سیاسی و آینده سیاسی ایشان را تمام شده میدانید یا خیر تصریح کرد به هر حال ایشان مشاور رهبری و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام است و آمادند هر وقت اتفاق یا کاری ایجاد شود خودشان را عرضه کنند ایشان نه محکومیت کیفری دارند و نه مشکلی دارند و مشاور اولین مقام کشوری یعنی رهبری هستند یعنی پست و جایگاه ایشان بسیار خوب است و هر زمان رهبری مسلحت بداند ایشان آمادند که کار کنند و نیازی به تشکیل گروه ندارند حالا این همه اصرار این نماینده به این که لاریجانی حزب نمیخواد تشکیل بده و هر جا آقا بگن تشریفشون رو میبرن واسه چیه؟ بعد گندش در میاد مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران ادعای فدراسیون فوتبال اردن درباره جنسیت یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران را رد کرد مریم ایران دوست میگوید برایم کاملا مشخص بود که این حرفها تنها یک بهانه برای نپذیرفتن شکست مقابل تیم ملی فوتبال ایران است. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران تاکید کرد. کادر پزشکی پس از آزمایش های ضروری و لازم تک تک ملی پوشان را از نظر هورمونی و تستسترون مورد بررسی دقیق قرار داد تا در این باره دوچار مشکل نشویم و به همین دلیل میگویم نگران چیزی در این باره نباشد چرا که هیچ مشکلی تیم ما را تهدید نمی کند. گفتن است اتحادیه فوتبال اردن در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار تحقیق درباره جنسیت حداقل یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران شد. تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های انتخابی جام ملت های زنان آسیا با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل اردن جواز صعود به جام ملت های زنان آسیای 2022 را کسب کرد. گفته نیست که بیستمین دوره رقابت های جام ملت های زنان آسیا روز 20 ژانویه 2022 و با حضور دوازده تیم به میزبانی کشور هند برگزار خواهد شد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.